سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در همه جای دنیا، خاصه در ایران، در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. هفته پیش که من در مورد برجام خدمتتون صحبت می‌کردم، یه نکته بهش اشاره کردم که به هر حال در طی سالهایی که ما به دنبال انرژی اتمی بودیم، انرژی هسته‌ای بودیم، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بودیم، یا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، هر کدوم که اینها بود با میلیاردها هزینه کردن با اون بدبختی‌های بسیار به اینجایی رسیدیم که به هر حال در مقابل امریکا و غرب زانو زدیم و هر آنچه اونها گفتن رو قبول کردیم. من به یک نکته‌ای در اونجا اشاره کردم و اونم این بود که چقدر خوب بود که این مقاماتی که این ضرر و زیان رو نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر انسانی، از نظر اجتماعی به جامعه ما وارد کردن، این همه فقر و بدبختی و بی‌اخلاقی به همراهش آمد، حداقل یه عذرخواهی کوچیک می‌کردن. باز اشاره کردم که در ژاپن وقتی که یک مدیری، یک مسئولی، یک مقامی کاری رو می‌کنه که خلافی توش باشه، اونجا از مردم عذرخواهی می‌کنه و در مرحله بیشتر خودکشی میکنه اون مقام بسیار بالا. امروز فکر کردم که شاید بد نباشه من در همین زمینه یک سری نکته هایی از زندگی ژاپنی ها براتون بگم که مثلا در ژاپن تورم وجود نداره، یا منفیه یا صفره. خب ما در همین جا به جامعه خودمون برمیگردیم، میبینیم که تورم یعنی چی. دولت بعدی میاد میگه که دولت قبلی تورمش 46% بوده، ما در عرض چند ماه کردیم 21%. اصلا قابل قبول نیست، یعنی در هیچ معیار اقتصادی، در هیچ فرمول ریاضی نمیگنجه که آدم یه دفعه در عرض چند ماه، یک سال، تورم 46%ی رو بکنه 20% یا 21-22%. اینها به کنار، چون توی جامعه ما وجود داره. بحث در اینه که مردم در یک زندگی عادی مشابه هم زندگی میکنن. در ژاپن خونه ویلایی نیست، حالا به دلایل بیشمار نبودن زمین، کمبود و مساحت و غیره و غیره، همه مثل هم زندگی میکنن به نوعی. کم و بیش خیلی اتفاق کوچیکیه که یک کسی یه دفعه مثل ما تو جامعه ما خونه هایی رو داشته باشن در شمار شهر تهران یا جاهای دیگه که بحث میلیاردها هزینه های اون خونه های ویلایی شده باشه. توی ژاپن کسی که از کارش در محل کارش میمیره، اینقدر کار میکنه، یک افتخار برای خودش و خانوادشه. درست نقطه مقابلش ما که در هفته از 20 دقیقه تا یک ساعت میگیم که در روز بیشتر کار نمی کنیم، خب این خودش خیلی مسئله مهمیه. البته طبیعی هم هست، یعنی این که وقتی که شما میبینید که مقامات مملکتیتون بدون اینکه کاری رو انجام بدن یه دفعه در یک معامله میلیاردها به دست میارن، حالا اختلاس میکنن، دزدی میکنن، هر کاری میکنن، طبیعی است که این فرهنگ تو جامعه رشد پیدا میکنه که کسی دنبال کار کردن نره، چه برسه که از کار کردن بمیره. تو ژاپن حقوق یک معلم 7500 دلار امریکاییه. میدونین چرا؟ برای اینکه یک معلم اون بچه هایی رو تربیت میکنه که این بچه ها بتونن مجددن اون کشور رو، اون ژاپن رو بسازن، یعنی به هر حال یک آینده نگری میکنن. توی ژاپن بیشتر دوره های ابتدایی یا همه دوره های ابتدایی معلماش خانم ها هستن،
چرا که میگن خانم ها دلسوزترن، نگاه عاطفی تر و احساسی تری به بچه ها دارن. به همین دلیل موقع تعطیلات که میشه بچه ها گریه میکنن که میخواد که از پیش معلماشون بیرون برن. میگن که توی ژاپن مردها وقتی که حقوق ماهیانشون میگیرن در اختیار خانم هاشون میگذارن و از اونها پول تو جیبی میگیرن یا پول خرجی رو میگیرن. میدونید درست نقطه مقابل ما که یک سری توی این دادگاه ها ما بر میخوریم، توی خانواده ها بر میخوریم که با مشکلات عدیدهی که بین یک زن و شوهر وجود داره اون زن میگه که خب مسئله من خیلی روشنه، من اگر طلاق بگیرم چیکار بکنم چون امکان مالی ندارم. توی ژاپن صبح که مدرسه ها شروع میشه معلم ها همه مسئولین مدرسه به همراه بچه ها به مدت یک روب تمام زمین ها صندلی ها همه رو تمیز میکنن. میدونی چرا؟ دلیلش خیلی روشنه که اینها یاد بگیرن که اول به یک شکلی وارد جامعه بشن که توقع زیاد نداشته باشن و به نظافت عادت بکنن. همینجا یه نکته دیگر خدمتتون بگم. یک رفتگر، یک کسی که خیابون و کوچه رو تمیز میکنه بهش نمیگن که خاکروبه ای، بهش نمیگن که این رفتگره با همین عنوان، بهش میگن مهندس بهداشت. این مهندس بهداشت میدونین چرا؟ به دلیل اینکه به هر حال اون جامعه رو آماده میکنه که هیچ گونه میکروبی بیماری به وجود نیاد و به همین دلیل از حقوق بالایی برخورداره و برای اینکه به اون پست برسه باید در یک کنکور و یک امتحانی شرکت بکنه. در ژاپن هیچ منبع طبیعی مثل نفت و زغال سنگ و نمیدونم چی و چی وجود نداره، ولی با این همه ژاپن یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. ببینید هیروشیما رو نگاه بکنید، همین سونامی آخر رو نگاه بکنید، میبینید که به هر حال این ژاپنی ها بودن که در مدت کوتاه تونستن که مملکتشون رو اینجوری بسازن. یک هیروشیمای با بمب زده شده که هیچی توش وجود نداشت رو به امروز برسونن، یا یک سونامی چند سال پیش رو اینطوری بلافاصله بسازن. به بم نگاه بکنید، به شهرهای جنوب کشور نگاه بکنید، ببینید که با وجود این همه کمک‌هایی در خارج همچنان مسئله وجود داره. یعنی چی؟ یعنی این که به هر حال به نوعی مشکل ما مشکل مدیریت، مشکل ساختاری جامعه است که با حکومتمون در ارتباطه. این بحثی که من سر حقوق معلم میکنم مسئله رو برای من خیلی بازتر و روشنتر میکنه. به این معناست که من اگر امروز پایه‌گذاری نکنم برای این پسنداز میمونه. و چرا ما میگیم که پسنداز بکنیم که فردا لنگ نمونیم؟ به همین دلیل بچه هامون رو باید درست تربیت بکنیم. به همین دلیل که این همه سرمایه گذاری میکنه ژاپن برای تربیت بچه هاش. ببینید تو ژاپن توی رستوران ها هر کسی به اندازه غذای خودش غذا برمیداره. یعنی وقتی که غذا تموم میشه سیر میشه تو بشقابش یک دونه برنج هم پیدا نمیشه، برای اینکه به هر حال یاد گرفته که به هر شکلی باید که اسراف نکنه و به اندازه طبیعی خودش برداره. یه نکته بگم خدمتتون، توی ژاپن قطارها که حرکت میکنن در هر سالی 7 ثانیه در یک سال قطار ممکنه تأخیر داشته باشه. برای این 7 ثانیه در یک سال آخر سال که میشه مسئولین قطار میان از مردم عذرخواهی میکنن که یه همچین اتفاقی افتاده. این بحثی که باز میگم خدمتتون، باز برمیگردم چون من همیشه مثلا بچه ها هستن، همیشه نگرانیم اینی که میگم امروز و فردای ایران بی دلیل نیست. به این معناست که همش میگردم به این که چجوری ما این نسل فردامون رو تربیت بکنیم که مملکتمون باقی بمونه با سرافرازی، با اون هویتش، با اون آیندهش، همه چی. توی ژاپن
مدیر مدرسه، مدیر مدرسه یعنی بالاترین مقام مدرسه، نیم ساعت قبل از اینکه غذای روزانه بچه ها داده بشه میاد و از همون غذا شروع میکنه به خوردن. وقتی ازش میپرسن که چرا تو قبل از بچه ها میای این غذا رو میخوری، غذایی که بعد بچه ها نیم ساعت بعد بخورن، میگه که یادمون باشه این بچه ها آینده ژاپنن، یعنی ما باید دنبال این بریم که این بچه ها کوچکترین مسئله واسه شون پیش نیاد. این بحث معلمی رو که من میکنم بیدلیل نیست. امروز وقتی که یک معلمی متاسفانه این حالت پیش اومده به دلیل وضعیت بد اقتصادی که در حقوق معلم ها هست، ولی خوشبختانه تعداد این افراد زیاد نیست، برای تأمین حداقل های زندگیشون اگه شب دنبال در خونه بچه ها میرن که به پدر مادرها بگن که نمیدونم درس خصوصی باید بدیم که یه مقداری تأمین بکنه زندگیشون رو، ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم که جز این به قضیه نگاه بکنیم؟ خیلی مسائل بیشماری در این زمینه هست، ولی من میخوام به این نکته اشاره بکنم که هیچ جامعه ای از روز اول پیشرفته نبوده. توی همه جوامع دنیا شما ناگزیر نگاه میکنید ببینید که یک سری معلم جامعه وجود دارن، همون معلم های مدرسه وقتی شاگرداشون تربیت میکنن اینها درجات بالاتری رو پیدا میکنن، میشن معلمان جامعه. این معلمان جامعه حتما الزاماً معلم نیستن، روشنفکران هستن، استادان هستن، همه اینها که میتونن تو جامعهشون تاثیرگذار باشن. درسته که این حکومت به این شکل که همه ناهنجاری ها رو به وجود آورده، همه بد کرداری ها رو، همه اختلاس ها رو، هر آن چه که فکر بکنید منفیه در این حکومت به وجود آمده، ولی یادمون باشه وقتی که من به عنوان یک پدر خانواده که مشکل دارم با جمهوری اسلامی، وقتی که دو تا بچه دارم، یه دختر دارم یه پسر دارم، این دختر و پسر، دخترم بالاترین موقعیت رو داره توی خانواده، کمک به خانواده است، همه جور برای خانواده مؤثره، برای جامعهش مؤثره، پسرم یک لاوبالیه و به هر حال هیچ قدم مثبتی تو زندگیش بر نداشته، وقتی که من میخوام وصیت‌نامه بنویسم ارثم رو تقسیم بکنم میگم سهم پسری رو یادم نره. منی که اسمم استاد دانشگاه است، منی که اسمم آدم روشن فکره، منی که اسمم آدم فهمیده است، کجای این جامعه ایستادم؟ چی کار میکنم؟ آیا اینی که میگن که این جامعه میتونه ژاپن بشه؟ میتونه ژاپن بشه، میتونه ژاپن بشه. من از اونهایی هستم که اعتقاد دارم میتونه ژاپن بشه، ولی چه جوری؟ اون جوری که من نوعی بتونم تو جامعهم برخوردهام، رفتارهام در حالتی باشه که تاثیرگذار باشه، در جایی که من میبینم یک آخوند حالا دیگه بر موازین اسلامی رعایت نمیکنه، سهم ارث دختر و پسر رو یکی میده، من روشن فکر وقتی غیر از این میکنم، من چرا باید توقع داشته باشم جامعه هم جز این انجام بده؟ ولی من از اونهایی هستم که ایمان دارم، مطمئن هستم که ما میتونیم حرکت بکنیم، راه جلو بریم و به اون مرحله برسیم که ایران مجدداً ایران بشه. با سپاس از همه شماها تا برنامه بعد.